به دنبال قطع رابطه سیاسی کشور مراکش با رژیم ایران به دلیل دخالت‌های افسارگسیخته اون در امور کشورهای عربی و مسلمان، کشور موریتانی هم سفیر رژیم ایران در پایتخت این کشور رو فراخوند و نسبت به دخالت‌های این رژیم در کشورش هشدار داد. هنوز یک ماه از قطع رابطه سیاسی مراکش با رژیم ایران نگذشته که مقامات موریتانی سفیر رژیم ایران در این کشور را احضار کردند و به خاطر فعالیت‌های مشکوک این رژیم با هدف تغییر مذهب و عقاید جامعه موریتانی که در سفارتشان در این کشور انجام می‌دهند به عوامل آنها هشدار دادند. یک روز پیش از این نیز دولت موریتانی یکی از مراکز رژیم ایران در پایتخت موریتانی را تعطیل کرد. به دنبال تصمیم مقامات موریتانی برای جلوگیری از اقدامات خرابکارانه رژیم ایران در کشورشان، وزیر امور خارجه موریتانی ولد احمد محمد عمرانی سفیر رژیم ایران را احضار کرد و نسبت به دخالت‌های رژیم ایران در موریتانی تحت پوشش دجالگرانی اسلام هشدار داد. سایت سهرامدیا به نقل از منابع ویژه‌ای نوشت مقامات موریتانی به سفیر رژیم ایران گفتند هیچ گونه فعالیتی که در سفارت رژیم ایران یا در اماکن مرتبط به آن برای تغییر مذهب یا عقاید جامعه موریتانی انجام می‌گیرد برای این کشور قابل قبول نیست. مقامات موریتانی به سفیر رژیم ایران هشدار داده‌اند و گفته‌اند باید این فعالیت‌ها را متوقف کند چرا که اتحاد این کشور را تهدید می‌کند. این اقدام کشور موریتانی با مصادره مهمترین مرکز وابسته به رژیم ایران موسوم به مجمع امام علی همزمان است. مقامات موریتانی علاوه بر تعطیلی این مرکز، امام دست نشانده رژیم را نیز برکنار کردند و به جای او یک امام دیگر جایگزین کردند. سالها پیش این مرکز وابسته به رژیم ایران شهروندان موریتانی را به ایران و لبنان می برد و برای آنها مراسم ویژه برگزار می کرد.